تستای MCQ پارت دو قسمت کلینومیمتیک در دارایی که پاراسمپاتومیمتیکن. اوکی، استیل کولین، سوال یک، استیل کولین is not a specific نوروترانسمیتر at is not در سمپاتتیک گنگلیا هست، در پاراسمپاتتیک گنگلیا خب هست، در پاراسمپاتتیک پست گنگلیونیک نرو اندینگ کوندرام هست. بعد گفته سمپاتتیک پست گنگلیونیک نرو اندینگ، حالا شد پاراسمپاتیک پست گنگلیون که خب پاراسمپاتیک حتما هست، اما سمپاتیک پست گنگلیون نیست، سمپاتیک پریگنگلیونه، درسته؟ موسکارینیک رسپتور آر لوکیتد این موسکارینیا، در اتونومیک گنگلیا، در اسکلتال ماسل نوروماسکولار جانکشن، در نوروماسکولار که نیکوتینی هست، موسکارینی نیست، در اتونومیک افکتور سل یا در سنسوری کاروتید ساینوس بارو رسپتور زون. خب تو بارو رسپتور زون که من فکر نمی کنم چون اسپوس ماسل سلای نام هست موسکارینی باشه، اما اتونومیک گنگلیا من فکر کنم اتونومیک گنگلیا هم نیکوتینی داره، خودش جواب زده اتونومیک افکتور سل، اتونومیک افکتور سل موسکارینیک رسپتور داره. گفته ایندیکیت بکن لوکیشن ام 2 کولین رسپتور تایپ ها گلند، اسموس ماسل، اندوتلیوم، هارت. M2 گلند، اسموس ماسل، اندوتلیوم، هارت کجاست؟ M2 جواب زده قلب. The symptom of mushroom poisoning include all of the following except mushroom poisoning: salivation, lacrimation, nausea and vomiting. چون گفته except یعنی اینا هست، salivation, lacrimation, nausea, vomiting هست، headache and abdominal colic هست، bradycardia and hypotension and shock هست. اون گزینه ای که نیست، گفته dryness of mouth, hyperpyrexia و hallucination نیست. علائم mushroom poisoning همه چی هست. ببین گفته dryness نیست؟ نه، درای ماوس نشان دهنده پاراسمپاتولیتیکا بود، یادته؟ مثل آتروپین. ماشروم پویزنینگ موسکارین داره، مثلا آمانتا فالوید، آمانتا موسکاریا، درسته؟ اینا پاراسمپاتومیمتیکن، وقت سالیویشن، لاکریمیشن، نازا، وومیتین، برادیکاردی، هایپوتنشن، شوک، هدک، ابدومینال هست، بقیهش نیست. یعنی درای ماوس نیست، هایپر پایرکسیا، تب نیست، هالوسینیشن هم نیست. اصلا هالوسینیشن نیست دیگه، هالوسینیشن نیست. گفته که which of the following cholinomimetic activities both muscarinic and nicotinic receptor، کدوم یک از cholinomimetic activity های زیر هم muscarinی هم nicotinic receptor؟ لوبلین، پیلوکارپین، نیکوتین، بتانکول. جواب زده بتانکول. کولینومیمتیکا که هر دو رو اکتیو کنه. جالب بود، نمیم اما تحقیق کنم یعنی چی کولینومیمتیکی که هر دو رو تحقیق میکنم. اینطوری درس میکنیم به نظرت خوب هست؟ فایده ای داره؟ اینجا برای کولینومیمتیک گفته دراگ اکتیویت ده موسکارینیک کولینورسپتور، بعد کولینومیمتیکا طبقه بندی میشن دایرکت و این دایرکت. خب دایرکت موسکارینیک آگونیستن، این دایرکت اینهیبیتور آف استیل کولین استرازن.
دایرکت کولینومیمتیک، موسکارینیک رسپتور و نیکوتینیک رسپتورها و این دایرکت ها میشن ارگانوفسفات ها، کربامات ها و غیره. میفهمید داره از نوع طبقه بندی سوال میپرسه الان. پس دایرکت میتونه موسکارینیک رسپتور اکتیویتور یا نیکوتینیک رسپتور یا هر دو باشه. الان بتا نکل هر دوه. این دایرکت ها یا ارگانوفسفات ها هستن یا کربامات ها و غیره. موسکارینیک رسپتور آگونیست کولین استرها و آلکالوئید ها هستن. تعریف آلکالوئید چی شد؟ اونایی که نیتروژن را داخل هتروسایکل یا بیرون از هتروسایکلشون دارن. موسکارینیک رسپتور آگونیست ها از نوع کولین استراک یا کولین استرن. گفته استیل کولین، بتا نکل، کرباکول. سه تا کولین استر بگو. استیل کولین، بتا نکل و کرباکول سه تا کولین استرن که موسکارینیک رسپتور آگونیستن. موسکارینیک رسپتور آگونیست از نوع آلکالوئید، یک کولین استر نگو، آلکالوئید بگو. گفته پیلوکارپین، سوی ملین و چی؟ پیلوکارپین. آلکالوئید ها ترت ورسوس کوارت آمین. حالا ترت آمین یا ترشیاری آمین؟ گفته ول ابزوربن آلکالوئید هایی که ترشیاری آمین باشن. چرا؟ چون یون نیستن دیگه. ول ابزورب گود سی ان اس پینتریشن، اما کواترناری آمینا نات ول ابزورب، استی این گات، تو معده میمونن. نیکوتینیک رسپتور آگونیست از همون پرسید زنی که اریکا یاسه؟ نیکوتینیک رسپتور آگونیست گفته وارنیکلین. بگو وارنیکلین، من اصلا کلا اسمو یادم رفته بود. وارنیکلین نیکوتینیک رسپتور آگونیسته. دایرکت کولینومیمتیک استیل کولین ام او ای کینتیکش هست. کینتیکش چیه؟ یوزش چیه؟ گفته استیل کولینه. دایرکت کولینومیمتیک استیل کولینه. ام او آر اکتیویت موسکارینیک اند نیکوتینیک کولینرژیک رسپتور، اینکریز پاراسمپاتومیمتیک، هم موسکارینی هم نیکوتینی و همچنین سمپاتتیک از نوع نوراپینفرین. ترانسمیژن کینتیک، شورت هالف لایف، پور اورال ابزوربشن داره خوره استیل کولین. استفادهش اوکولار اینجکشن فور آی سرجری. پس استیل کولین شورت هالف لایف داره ولی سوکسینیل کولین لانگ هالف لایف داره. چرا؟ چون این با کولین استراز اینهیبیت میشه، اون با زد و کولین استراز. دایرکت کولینومیمتیک بعدی حالا بتانکول که این تست ما بود. بتانکول اکتیویت موسکارینیک رسپتور، اینکریز پاراسیمپاتتیک اکتیویتی، کواترناری آمین داره بتانکول. هم اورالی استفاده میشه هم سابکوتینوسلی. گفته استفادهش جی آی جی یو اکتیویت بابل ام بلادر اس ام اسموس ماسل، اکتیویت میکنه اسموس ماسل های هم بابل و هم بلادر رو. دایرکت کولینومیمتیک پیلوکارپین، بلان در طب بتانکل نگفت هم موسکارینیه هم نیکوتینیه، داره فقط میگه اکتیویت موسکارینیک رسپتور، اینکریز پاراسمپاتتیک. الان میگه پیلوکارپین اکتیویت موسکارینیک رسپتور، ترشیاری آمینه، برای گلوکوما استفاده میشه، برای اوپن کانال آف شلم افزایش AH فلو میده، دیکریز اوکولار پرشر، در شوگرن دیزیز استیمولیت سیکریشن. سوی ملین اکتیویت موسکارینیک رسپتور، ترشیاری آمین، اورال یوز داره، استیمولیت سیکریشن، ریلایو درایموس فرام شوگرن دیزیز. درایموس شوگرن دیزیز رو ریلیف میکنه، کم میکنه سوی ملین. کرباکول اکتیویت موسکارینیک اند نیکوتینیک رسپتور، گفته بوز نیکوتینیک اند موسکارینیک این کرباکول. الان جواب داده خودش کرباکول. الان تو گزینه ها اینجا داره میگه لوبلین، پیلوکارپین، نیکوتین، بتانکول، جواب داده بتانکول. تو جالبه، من الان به جواب سوالم نرسیدم. بعد گفته کرباکول برای درمان گلوکوما، اوپن کانال آف شلم و دیکریز میکنه اوکولار پرشر کرباکول. وارنیکلین پارشیال آگونیست سی ان اس آلفا 4 بتا 2 تایپ نیکوتین
و ترشیار آمینل برای اسموکینگ سسیشن استفاده میشه. وارنیکلین، وارنیکلین همون دارویی نیست که پرسکریپشن احتیاج داشت برای اسموکینگ سسیشن؟ همونه. بله، وارنیکلین جزء داروهای پرسکریپشن احتیاج داره برای اسموکینگ سسیشن. چون الان نیکوتینیک آگونیست دیگه، حالا یه چیز دیگه هم هست ولی اینم هست، اسموکینگ سسیشن. حالا کولینومیمتیک توکسیسیتی، گفته تینگ تو ماچ پاراسمپاتتیک تو ماچ رست اند دایجست، میگه وقتی اووردوز بکنه این داروها میشه تو ماچ پاراسمپاتیک، درسته؟ اون وقت میشه تو ماچ رست، تو ماچ دایجست، اون وقت نازئال، ومیتینگ، دیاره ها، اوورسالویتینگ، اکسسیف سویتینگ، کوتین اوز وازو دیلیشن و برونکیال کانستریکشن میاره. حالا این دایره کولینومیمتیک اک تو اینهیبیت استیل کولین استراز، استیل کولین استراز اکس تو بریک داون استیل کولین، درسته؟ When this enzyme is inhibited, excess acetylcholine activates all cholinergic and muscarinic and nicotinic receptor. Indirect cholinomimetica. پس اولین این دایرکت رو نمیدن که استیل کولین استراز رو اینهیبیت میکنن، درسته؟ حالا داره نامش رو میبره، فیزوستیگمین، نئوستیگمین، پریدوستیگمین، دومکاریوم، اکوتیوفات، مالاتیون، پاراتیون، سارین، سومان، دونپزیل، تاکرین، ادروفونیوم و بوتولونیوم توکسین. اینا همشون چی بودن؟ این دایرکت کولینومیمتیک، اینا همه کولینو استراز عظمه کولین استراز اینهیبیت کنن، فیزوستیگمین، نئوستیگمین، پریدوستیگمین، دومکاریوم، سارین هم همین کارو میکنه؟ بله، اکوتیوفات، مالاتیون و پاراتیون، سارین، سومان، دونپزیل، تاکرین، ادروفونیوم، بوتولونیوم توکسین. این دایرکت کولینومیمتیک از نوع کربامات ها، گفته کربامات اینترمدییت لانگ اکتینگ مثل نئوستیگمین، فیزوستیگمین، پریدوستیگمین و دومکاریوم، اینا کربامات دارن. اوکی؟ حالا نئوستیگمین، فیزوستیگمین، بعد گفته نئوستیگمین یوز فور جی آی جی یو میاستنیا گراویس، میاستنی گراویس یا میاستنیا گراویس، فیزوستیگمین کاملی یوزد اوینتمنت برای گلوکوما. این دایرکت کولینومیمتیک پریدوستیگمین برای چی استفاده میشه؟ برای میاستنیا گراویس. آدر، ادروفونیوم، تاکرین و دونپزیل، دونپزیل برای بیماری چی بود؟ آلزایمر. ادروفونیوم گفته که ان الکل اکسترکت، ادروفونیوم ریورزیبلی باندز تو اکتیو سایت برای 10 تا 2 تا 10 دقیقه، یوز فور دیاگنوزیس اف میاستنیا گراویس. ادروفونیوم برای دیاگنوز کی استفاده میشه؟ میاستنیا گراویس، بیکاز اف ایت شورت هالف لایف، چون هالف لایفش 2 تا 10 دقیقه است، نم ریورزیبلی، خب اون وقت برای دیاگنوز استفاده میشه. گیو to patient see eyes open instead of droopy diagnosis of myasthenia gravis. چشماشو باز نگم دارد تا تشخیص بدن myasthenia gravis. دونپزیل و تاکرین used for Alzheimer Alzheimer اشتباه نمیشه Alzheimer because ترشیاری آمینه دونپزیل و تاکرین، خب اون وقت good CNS penetration و اینکریز کوگنیشن، تشخیص قوت تشخیص رو زیاد میکنه. دونپزیلا چی؟ تاکرین. حالا ارگانوفوسفاتا کیان؟ که این ارگانوفوسفاتا این دایره کولینو میمتیکن، اکوتیوفاد، مالاتیون، پاراتیون، سارین، سومان. مالاتیون متابولایز آفرین، در نتیجه این دایره کولینو میمتیکن این طبقه ارگانوفوسفاتا شد. پس این طبقه ارگانوفوسفاتا، طبقه اون دارایی که برای آلزایمر هن، دونپزیل و تاکرین، طبقه اونی که برای تشخیص میاستنی گراویسه مثل چی؟ ادروفونیوم، یا این آدرش کیا بود؟ آدرش نه آدر همینا بود، بعد پریدوستیگمین، فیزوستیگمین نه که برای میاستنی گراویس تشخیصه، اینا جز کربامات ها بودن. اوکی؟ حالا میگه ارگانوفوسفات ها اکوتیوفات کامنلی
برای گلوکوما استفاده میشه. اکوتیوفات برای چی؟ گلوکوما. What can reverse the effect of organophosphate if given in 24 hours windows. اگه تو 24 ساعت اول چی بدیم میتونیم ریورس کنیم، برگردونیم اثر ارگانوفوسفات ها، چون ارگانوفوسفات سمه دیگه. چیکار کنیم که برش گردونیم؟ گفته PAM. PAM یعنی پارلیدوکسیم. یادت شکل پارلیدوکسیم هم باید حفظ میشدیم. یه نیتروژن داشت وسطش دوتا حلقه بود، بعد نیتروژن وسط دوتا دبل باند داشت. درسته؟ که میگفت اکسیم چیه؟ پارلید اکسیم یا پارلیدوکسیم هم میتونیم بگیم. خب اونا بچه ها ندارن، سربازا دارن دیگه. ریجنریت کولینسترز، ریجنریت میکنه کولینسترازا، چون اینا به صورت اینهیبیت میکنن به صورت کووالنتلی. اوکی، پارلیدوکسیم پس آنتیدوت این کولینسترازا که الان توکسیکولوژی میخواد دست بده. پارلیدوکسیم توکسیسیتی آف استیل کولینسترز اینهیبیتور باعث چی میشه توکسیسیتیش؟ گفته ریممبر اکسترا استیل کولین اکسسیف پاراسمپاتیک افکت داره. هرچی استیل کولین زیاد بشه پاراسمپاتیک افکت زیاد میشه. کامن این ارگانوفوسفات پویزنینگ، حالا کسی که با ارگانوفوسفات پویزن شده اکسسیف پاراسمپاتیک داره، اون وقت بهش میگن دامبلس. حفظ کردنش چیه؟ دامبلس. اوکی؟ ده یعنی دیاره آ، یو یورینیشن، ام دامب، خب امش میوزیز، ب برونکو اسپاس، دو مرتبه ب برادیکاردیا، دامبلز ایش اکسایتیشن آف اسکلتال ماسل اند سی ان اس این ایندایرکت استیل کولین اینهیبیتورز اونه، اونایی که فقط ایندایرکت. ال یعنی لاکریمیشن، اس اول سویتینگ، اس دوم سالیویشن. همین دی؟ این دامبلز این بود چی؟ این چی بود؟ اینا اثرات توکسیسیتی با پاراسمپاتیکان. بذار برات بفرستم، هرش ببین چه قشنگ گفته، چه کد قشنگی درست کرده براش. بوده. حالا ادامه بدیم. پس دامبلس یعنی دیار آ، یورینیشن، مایوزیس، برونکو اسپاس، برادیکاردیا، اکسایتیشن آف اسکلتال ماسل اند سی ان اس، لاکریمیشن، سویتینگ، سالیویشن، نشانه های اکسسیو پاراسمپاتیک افکت اند توکسیسیتی استیل کولین، توکسیسیتی استیل کولینسترز اینهیبیتور هاست. اما در رابطه با میاستنیا گراویس چی میدونی؟ گفته میاستنیا گراویس ان اوتو ایمیونو دیزیزه ور سرکولیتینگ آنتیبادی بلاک استیل کولین رسپتور ان اینهیبیت دی افکت آف نورو ترانسمیتر استیل کولین آن نیکوتینیک رسپتور تریتد مدیکالی ویت کولینسترز اینهیبیتور تست ویت ادروفونیوم ان تریت ویت نئوستیگمین پیریدوستیگمین اور آمبنونیوم. پس میاستنیا گراویس بیماری چیه؟ اوتو ایمیونوه. هنگامی که سرکولیتینگ اوتو آنتیبادی بلاک بکنه استیل کولین رسپتور رو و اینهیبیت بکنه اثر نوروترانسمیتر استیل کولین در نیکوتینیک رسپتور. حالا که استیل کولین رسپتور اینهیبیت شده عمل کردش، ما بایستی درمانش بکنیم با کولین استراز اینهیبیتور تا میزان استیل کولین رو بکشیم بالا. اول با ادروفونیوم دیاگنوز میکنیم، بعد با نئوستیگمین، پیریدوستیگمین و آمبنونیوم تریتش میکنیم. این هم این داستان. من خیلی این لینک رو دوست داشتم، اینو برات میفرستمش. کام از اینا بازم اینجا باشه.
خب حالا من ادامه بدم تستامو. تست شماره چند بودیم؟ 5. تست شماره 5 گفت which of the following culinomimetic activity both muscarinic and nicotinic. بعد گفت لوبلین. الان در ارتباط لوبلین چی میدونی تو؟ گفته لوبلین یه نشال آلکالویده که فان این ایندیان توباکو از یه آلکالویده باید به چه دردی میخوره. گفته که لوبلین استفاده میشه has been used as a smoking cessation and may have application in treatment of other drug addiction such as addiction to amphetamine, cocaine و الکهول. میبینی؟ کسی که addiction به الکهول، کوکائین و آمفتامین داره میتونیم لوبلین برای درمانش استفاده کنیم. لوبلین has a multiple mechanism of action acting on the VMAT2 ligand which stimulates dopamine release to moderate extent when administered alone but reduces the dopamine release caused by methamphetamine. It also inhibits the reuptake of dopamine and serotonin and acts as a mix agonist antagonist and at nicotinic acetylcholine receptor. پس میکس آگونیست آنتاگونیست نیکوتینیک استیلکولین رسپتوره. فقط پس رو نیکوتینی ولی هم اثر آگونیست داره هم آنتاگونیست. To which it bonds the subunit interface of extracellular domain and همچنین آنتاگونیست مو اوپیوید رسپتوره. به خاطر همین تو درمان اعتیاد با کوکائین نمیتونه به کار بره. خیلی جالب بود، اطلاعات جالبی نبود؟ لوبلین. بعد گزینه بعدی بود پیلوکارپین. خب ما الان خودمون پیلوکارپین رو خوندیم، گفتیم که ایشون فقط چه کار میکنه؟ کولینستراز رو اینهیبیت میکنه. شی رفته به موسکانیک و نیکوتینیک رسپتور نداره. نیکوتین هم که خب فقط نیکوتینیک رسپتوره، پس گزینه‌ای که سالم میمونه بتانکوله. سوال 6 ایندیکیت بکن کولینومیمتیک ایجنت یو که which is related to a direct acting drug. یعنی این دایرکت نیست، دایرکته. ادروفونیوم. ادروفونیوم چی بود؟ این دایرکت بود برای تشخیص میاستنیا گرویس. ببین به فارسی میشه میاستنی گرویس، به انگلیسی میشه میاستنیا. خب ادروفونیوم که این دایرکته. فیزوستیگمی این دایرکته. ایزوفلورفیت خودش دایرکت دیگه. اینجا گفته که دی ایزوپروپیل فلورفوسفات، اسم دیگهش میشه همونی که من گفتم، used as a toxin used the marked toxicity of esterish. چه جالب. بعد اینجا چی گفته؟ in an oily colorless liquid with chemical formula فلان used in medicine as an organophosphorus insecticide is stable but undergoes hydrolysis when subjected to moisture and producing hydrofluoric acid. نامای دیگرش هست دیفلوروفات. پس دیفلوروفات در واقع دی ایزوپروپیل فلوروفوسفات یه ارگانوفوسفات انسکتیسایده. بعد اینجا گفته که ایزوفلوروفات آیا مربوطه به دایرکت اکتینگ؟ نه، چون مرحال اگه ارگانوفوسفات انسکتیسایده بشه ارگانوفوسفات ها این دایرکت هست. کرباکول که گزینه صحیح همینه، کرباکول دایرکت اکتینگ کولینو میمتیکه. Characteristic of carbocol includes all of the following except
ویژگی های کرباکول شامل چی هست؟ It decreases intraocular pressure. به هر حال اگه چون پاراسمپاتو میمتیکه میتونه فشار داخل چشم رو کم کنه. چون گفته همش هست بجز. گفته It causes midriasis. آیا چشم رو گشاد میکنه؟ وقتی حالت پاراسمپاتیکه چشم باید تنگ بشه. ایت... پس این گزینه جوابه، یعنی غلطه. نه جوابمون میشه چون گفته اکسه، پس چون با اسمیتریازیز نمیشه کرباکول. ایت آیا بعد گفته کرباکول ایت اگزرت بوث نیکوتینیک اند موسکارینیک افکت، چون دایرکته میتونه رو جفتش باشه. ایت رزیستنس تو استیلکولین استراز، رزیستنس به استیلکولین استراز کرباکول. ای گفته چرا؟ چون پاراسمپاتو میمتیکه دیگه، من دقیقشو نمیدونم چرا باید اینجوری بشه، الان نمیدونم. استیلکولین is not used in clinical practice because چرا استیلکولین در clinical practice استفاده نمیشه؟ It's very toxic, the dose required are very high, it's very rapidly hydrolyzed, it's very costly. به کدوم دلیل استفاده نه؟ استیلکولین چون رپیدلی هیدرولایز، چون گفت شورت هالف لایف داره. بله، برای که رپیدلی هیدرولایز میشه. اوکی؟ پاراسمپاتومیمتیک دراگ باعث چی میشه؟ برونکودیلیشن؟ نه خیلی، باعث برونکو کانستریکشن میشه. میدریازیز؟ نه، باعث میوزیز میشه. پاراسمپاتو میمتیک باعث برادیکاردیا؟ بله، میتونه باعث برادیکاردیا بشه. باعث کانستیپیشن؟ نه خیلی، باعث اگه اووردوز بکنه دیار آ در هر سو همجور اثری نداره، یه مقداری موفمنت ها فقط زیادتر میکنه. اوکی؟ Which of the following direct acting cholinomimetic is mainly muscarinic in action? کدوم یک از direct acting cholinomimetic ها mainly muscarinic در اکشن خودش؟ بتانکول، کرباکول، استیلکولین. اولا کدومش direct acting؟ خب هر ستاش. بعد گفته که مینلی موسکارینیکه، جواب گذاشته بتانکول، چون الان هم که ما خوندیم گفتیم مینلی ها، نه دیگه، خب نه همه میتونن باشن. بین بتانکول، کرباکول و استیلکولین اومده بتانکول به عنوان دایرکت، یعنی اینا هر ستا موسکارینیکن، هر ستا هم دایرکتلی هن، ولی داره میگه مینلی موسکارینیک بتانکول. جالب، یعنی بیشتر رو موسکارینی، ولی تو اون گزینه سواله که گفت کدومش رو هر دوتا موسکارینی نیکوتینی هم باید بتانکول انتخاب کرد، ولی مینلی موسکارینی. بعد گفته که which of the following direct acting cholinomimetic has the shortest duration of action؟ کدوم یک از این چهار تا گزینه زیر که هر چهار تا دایرکتن شورترن، shorter duration of action؟ بتانکول، کرباکول، متاکولین، استیلکولین. جواب استیلکولین. shorter، به خاطر همین نمیتونیم در کلینیکال از استیلکولین استفاده کنیم، چون shorter duration of action داره. گفته که بتانکول has all of the following property except، بتانکول همه را داره بجز it's extremely resistant to hydrolysis. خب مشخص اگه resistance نباشه که مثل استیلکولین شورت میشه هالف لایفش، پس extremely resistant به hydrolysis کی؟ بتانکول. گفته purely muscarinic in its action، بیشتر رو موسکارینیک اثر میذاره. گفته پیورلی، پیورلی میشه یعنی به صورت خالص رو موسکارینیک. البته تو اون سواله گفت هم موسکارینی هم نیکوتینی، ولی بیشتر موسکارینی. در نتیجه میتونیم بگیم حالا این گزینه میتونه درست باشه. It's used for abdominal urinary bladder distension.
برای دیستنشن ابدومینال یورینری بلادر میتونه استفاده بشه. و ایت اگزرت بوس نیکوتینیک ان موسکارنیک افکت گفته غلطه که. پس اون سوالو چرا میگه این درسته؟ Which of the following cholinomimetic activity both muscarinic and nicotinic receptor؟ جواب زده بتانکول. بعد حالا این وعده این پایین داره میگه خودش داره خود سوال خودش چیز میکنه، گفته بتانکول has all of the following به جز این که exert بکنه هم nicotinic هم muscarinic effect. پس من اینجوری میفهمم اون سواله که رو جفتش اثر میذاره غلطه، بتانکول بیشتر و پیورلی رو موسکارنیک اثر میذاره و دایرکت هم هست و سلام نامه تمام. نه دیگه وقتی سه تا سوال داره اون حرفا میزنه یه سوال اون حرفا اون سه تا بیشتر با هم درست در میاد. بعد گفته که موسکارنیک کولینومیمتیک ایجنت ایز کرباکول، پیلوکارپین، استیل کولین، بتانکول. خب اینا همشون موسکارینیک کولینومیمتیکن دیگه، کرباکول، پیلوکارپین، استیل کولین و بتانکول. یعنی چی؟ موسکارینیک کولینومیمتیک ایجنت کدومشه و جواب داده پیلوکارپین؟ تو که چی بشه؟ نمیدونم. Characteristic of pilocarpine include all of the following except حالا ویژگی های کی؟ پیلوکارپین. میگه it's tertiary amine alkaloid. خب درسته tertiary بود. It causes meiosis and decrease in intraocular pressure. درسته چون میوزیز چرا؟ چون پاراسمپاتو میمتیکه و فشار داخل چشمم چون واسه درمانه گلوکوماست دیگه. بعد گفته cause a decrease in secretory and motor activity of gut. آیا decrease میکنه secretory و motor activity gut رو؟ ها؟ increase میکنه. گفته it's useful in treatment of glaucoma. بله. بله. جوابم فهمیدیم. decrease نمیکنه gut رو بلکه زیاد میکنه پیلوکارپ. Which of the following cholinomimetic is a plant derivative with lower potency than nicotine but with a similar spectrum of action؟ کدام یک از cholinomimetic های زیر is a plant derivative with lower potency than nicotine but with similar spectrum of action؟ هم کولینومیمتیکه هم پلانت دریویتیو یعنی آلکالویده و لوور پوتنسی داره نسبت به نیکوتین ولی سیمیلار اسپکترام آف اکشن، یعنی جای نیکوتین بشینه. استیل کولین، کرباکول، پیلوکارپین، لوبلین. کدومش؟ جواب زده لوبلین. هم همین الان گفتیم لوبلین آلکالویده، لوبلین بر اسموکینگ سسیشن استفاده میشه، به خاطر همین میگه لوور پوتنسی در نیکوتین بات فیت سیمیلار اسپکتروم آف اکشن داره لوبلین. Which of the following cholinomimetic is indirect acting؟ کدوم یک از گلونهایزیر indirecte؟ لوبلین، ادروفونیوم، پیلوکارپین، کرباکول. جواب ادروفونیوم. ادروفونیوم گفتیم برای تشخیص چه بیماریه؟ میاستنیا گرویس. The mechanism of action of indirect acting cholinomimetic agent is؟ مکانیسم اکشن indirect چیه؟ bonding and activation of muscarinic or nicotinic receptor. خب اگه bond بشه و active بشه که میشه direct، یه indirect نیست. stimulation of action of acetylcholinesterase، تحریک استیلکولینستراز. خب اگه استیلکولینستراز تحریک بشه استیلکولین از بین میره. releasing استیلکولین from storage site، ریلیز کردن استیلکولین از storage site. و بعد این کارش نیست به هر حال، درسته استیلکولین ریلیز بشه زیاد میشه ولی آخه استیلکولین storage site داره؟ نداره. نداره. بعد گفته inhibition of hydrolysis of endogenous acetylcholine. درسته اندوجنوس استیلکولین هیدرولایزشو
جلوگیری میکنیم. استیلکولین استراز اینهیبیتورها میشن این دایرکت. حالا ببین استیلکولین اصلا استوریج نداره تا اینجا که من میدونم. واقعا ببین چقدر گزینه دقیق گفته، گفته ریلیز اف استیلکولین فرام استوریج سایت. استوریجی نداره درست، اگه یه چیزی از استوریجش ریلیز بشه اثرش زیاد میشه، ولی اصلا استوریجی نداره که بخواد زیاد بشه. یه گزینه منطقی آورده ولی غلط. خب سوال بعدی، ایندیکیتر ریورزیبل کولینستراز اینهیبیتور، یه ریورزیبل بگو. ایزوفلوروفات، همین الان گفتم ایزوفلوروفات مخفف چیه؟ دی ایزوپروپیل فلوروفوسفات. ارگانوفوسفات انسکتیسایده، همه ارگانوفوسفات ها ای ریورزیبلی هن، پس ریورزیبل نیست. کرباکول، خب کرباکول کلن دایرکته. پاراتیون، پاراتیون هم چیه؟ انسکتیسایده، ارگانوفوسفاته و میمونه فیزوستیگمین، یعنی فیزوستیگمین نوستیگمین ها اینا این دایرکته. چیه؟ ریورزیبل. Which of the following cholinesterase inhibitor is irreversible؟ کدوم یک از این زیرا irreversible؟ فیزوستیگمین ریورزیبله، irreversible نیست. ادروفونیو، نوستیگمین، ایزوفلوروفات، irreversible. چون گفتم ارگانوفوسفات انسکتیسایت، ایزوفلوروفات. ایزوفلوروفات ایندیکیت کولینستراز اکتیویتور. حالا کولینستراز کی اکتیو میکنه؟ ایزوفلوروفات؟ نه، به صورت ایریورزیبل اینهیبیتش میکنه. پیلوکارپین؟ اصلا دایرکت، رفتی به اینجا نداره. ادروفونیو؟ اینهیبیتور کولینستراز، نه اکتیویتورش. و گفته پرالیدوکسین، پرالیدوکسین گفتیم آنتیدوت ارگانوفوسفاته، درسته؟ پس کولینسترازا اکتیو میکنه. پرالیدوکسین. پرالیدوکسین کولینستراز اکتیویتوره، برای همین درمان آنتیدوت کیه؟ کولینستراز اینهیبیتورا. ایزوفلوروفات اینکریز اول اف د فالوینگ اکسپت. ایزوفلوروفات ارگانوفوسفات، ارگانوفوسفات انسکتیساید باعث لاکریمیشن میشه؟ بله، چون پاراسمپاتیک زیاد میشه. باعث ماسل تو ایچینگ میشه؟ یعنی به هم بپیچن. آره دیگه، میشه دیگه، فلج میشه یارو. باعث سالیویشن میشه؟ بله. باعث برونکودیلیشن میشه؟ نه، باعث برونکو اسپاس میشه. پاراسمپاتو میمتیکه. Indicate cholinesterase inhibitor which has an additional direct nicotinic agonist effect. یه دارویی که cholinesterase inhibitor باشه و direct agonist effect هم داشته باشه. ادروفونیوم، کرباکول، نئوستیگمین، لوبلین. جواب زده نئوستیگمین علاوه بر cholinesterase inhibitorش additional direct nicotinic agonist effect هم داره. کولینستراز اینهیبیتور دو نات پرودیوس برادیکاردیا، خب تولید میکنه. نو چنج اور مودست فالین بلاد پرشر، درسته بلاد پرشر هم میندازه پایین، چون پاراسمپاتو میمتیک کولینستراز اینهیبیتور. اینکریز استرنگث اف ماسل کانتراکشن، یعنی پوزیتیو اینوتروپیک دیگه، درسته؟ اسپیشیالی این ماسل ویکن بای میاستنیا گراویس، خب مشخصا در میاستنیا گرویس همه این ماهیچه ها ویک شدن، حالا این میاد تکام کنه تقویت شروع میکنه کولینستراز اینهیبیتور. در میوزیز و ریداکشن آف اینترو اوکلار پرشر استفاده میشه؟ بله استفاده میشه. آیا باعث دراماتیک هایپرتنشن و تاکیکاردیا میشه؟ نه، کولینستراز اینهیبیتور پاراسمپاتو میمتیکه، نه باعث هایپرتنشن میشه نه باعث چی؟ تاکیکاردیا، برعکس این دوتا اتفاق میفته. Which of the following cholinomimetic is commonly used in the treatment of glaucoma؟ نئوستیگمین، استیلکولین، لوبلین، پیلوکارپین. برای درمان گلوکوما کی استفاده میشه؟ پیلوکارپین. Indicate ارگانوفوسفات کولینستراز اینهیبیتور. ببین دو دقیقه گوش بده ها، اینقدر با موز ور نرو. Which of the following نگفتم. Indicate the organophosphate cholinesterase inhibitor که can be made up in an aqueous solution for ophthalmic use.
یه ارگانوفوسفاتی بگو که برای افتالمیک یوز استفاده بشه. نئوستیگمین، فیزوستیگمین، ادروفونیوم، اکوتیوفات. اکوتیوفاته که گفتیم ارگانوفوسفاته. حالا این نکته اضافه میکنه. آره دیگه، فقط اکوتیوفات میتونه استفاده بشه به عنوان افتالمیک سلوشن. Which of the following cholinomimetic is most widely used for paralytic ileus and atony of urinary bladder? کدوم یک از اینها most widely used میشه برای paralytic ileus and atony of urinary bladder؟ لوبلین، نئوستیگمین، پیلوکارپین، اکوتیوفات. لوبلین برای ترک احتیاج سیگار اینا شد، نیکوتینیک آگونیسته. گفته در آتونی آف یورینری بلادر، جواب زده نئوستیگمین. کرونیک لانگ ترم تراپی آف میاستنیا گراویس از یوزوالی اکامپلیشد ویت. کرونیک لانگ ترم تراپی میاستنیا گراویس از یوزوالی اکامپلیشد ویت نئوستیگمین، اکوتیوفات، کربوکول، ادروفونیوم. و نئوستیگمین برای درمان میاستنیا گراویس بایستی کرونیک لانگ ترم کنیم. از کی؟ از نئوستیگمین. Which of the following cholinomimetic is a drug of choice for reversing the effect of non-depolarizing neuromuscular relaxant? کدوم یک از این داروهای کلینومیمتیک زیر برای درمان برگشت دادن اثر non-depolarizing neuromuscular relaxant؟ اکوتیوفات اصلا اول اصلا ریورزیبل نیست، ایریورزیبله. فیزوستیگمین، ادروفونیوم، پیلوکارپین. جواب زده ادروفونیوم. چرا؟ همین دیگه، is a drug of choice for reversing the effect of non-depolarizing neuromuscular junction neuromuscular relaxant. Indicate the reversible cholinesterase inhibitor which penetrates the blood-brain barrier. از blood-brain barrier رد میشه. ادروفونیوم، نئوستیگمین، پیریدوستیگمین، فیزوستیگمین. جواب بشه فیزوستیگمین، چون اونی که میخواد blood-brain barrier رد شه باید ترشیاری آمین داشته باشه. Which of the following cholinomimetic is used in the treatment of atropine intoxication? اگه با آتروپین مسموم بشه طرف چی بهش بدیم؟ نئوستیگمین، کربوکول، فیزوستیگمین، لوبلین. کدومش؟ با آتروپین؟ آره. نئوستیگمین. جواب زده فیزوستیگمین. چرا نئوستیگمین؟ نمیدونم. گفته which of the following is used in the treatment of atropine intoxication؟ جواب فیزوستیگمین. The symptom of excessive stimulation of muscarinic receptor includes all of the following except علائم چی؟ excessive stimulation and muscarinic. باعث abdominal cramp and diarrhea میشه؟ خب دیگه وقتی کسی پارتی همجوری overdose کرده بازم پارتی overdose میکنه. باعث increase salivation, excessive intraocular pressure میشه؟ باعث میوزیس برادیکاردیا میشه؟ بله. باعث ویکنس آف اول اسکلتال ماسل میشه؟ نه، تازه اونایی هم که ویکن در میاستن یا گرفت تازه اونا هم قوی میخواد بکنه. پس این گزینه غلطی. The excessive stimulation of muscarinic receptor by pilocarpine and cholinesters is blocked competitively by تحریک چی؟ زیاده؟ بگو؟ رسپتورها توسط پیلوکارپین باعث میشه که استرش به صورت رقابتی کامپیتیتیولی رقابت بشه با کی؟ با ادروفونیوم، آتروپین، پرالیدوکسیم، اکوتیوفات. اگه پیلوکارپین اووردوز کنه درمان آتروپینه.
آتروپین هم اووردوز کنه، درمانش فیزوستیگمینه. درمان اووردوز آتروپین کیه؟ فیزوستیگمین. درمان اووردوز کی چیه؟ همون فرقی که رسپتور پیلوکارپینش اکسسیف شده، مخش جوابش آتروپین. از مربع عشقی رد کرد دیگه. از پیلوکارپین آتروپین، آتروپین فیزوستیگمین. آره. The toxic effect of a large dose of nicotine receptor, all of the following, except برادیکاردیا و هایپوتنشن دیگه، چون نیکوتین همه علائم دیگر رو داره. بعد گفته the dominant initial site of acute cholinesterase inhibitor intoxication include all of the following except midriasis. همه کار دیگر رو میکنه. Which of the following drug group is for acute toxic effect of organophosphate because choline inhibitor.